در مورد ایران یک چیزی که الان خیلی صحبتش داغه نافرمانی مدنیه. خب ما نمونه های نافرمانی مدنی موفق و ناموفق دور دنیا داشتیم در طول تاریخ. برای مثال کاربرها خیلی راحت میتونن الان از چت جی پی به عنوان یکی از ابزاری که از هوش مصنوعی استفاده میکنه ازش بپرسن که نمونه های موفق نافرمانی مدنی در دور دنیا رو به من توضیح بده و این رو مثلا مقایسه بکن با وضعیتی که داخل ایران در حال حاضر وجود داره و این رو تطبیق بده با وضعیت ایران و یک سری راهکارهای نافرمانی مدنی بدون خشونت رو به من پیشنهاد بکن. چت جی پی تی میتونه با بهره گیری از تمام اطلاعاتی که در دهه های گذشته جمع آوری شده بتونه این اطلاعات رو به کاربر ارائه بده. یا برای مثال ما از هوش مصنوعی برای یافتن راه های دور زدن سانسور حکومتی استفاده میکنیم، چطوری بتونیم ابزار نسل جدید رو تولید بکنیم که فیلتر شکن های نسل جدیدی که با استفاده از هوش مصنوعی یک سری پروتکل های جدیدی رو برای دور زدن سانسور استفاده کنه. ولی خب از اون طرف هم حکومت میتونه بگه که بهترین راه های سرکوب مدنی رو برای من پیدا بکن، راه های سرکوب مدنی در یک جوامع مذهبی که به طور موفقیت آمیز توسط حکومت های اقتدارگرا استفاده شدن و چت جی پی تی میتونه بیاد همون اطلاعات رو به حکومت ایران هم ارائه بده یا حتی اطلاعات فنی بده برای محدود کردن بیشتر اینترنت، به خاطر اینکه چت جی پی تی و دیگر ابزاری که از یک سری مدل های زبانی خیلی بزرگ استفاده میکنن دسترسی زیادی به کتابخانه های کد و برنامه نویسی دارن. خیلی سریع هم میتونن اصلا برنامه نویسی انجام بدن یا حداقل پیشنهاد بکنن که شما برای مثال از چه کدهایی استفاده بکنید که بتونید سانسور اینترنتیتون رو داخل ایران بهتر بکنید.